خاک تو آبه یاری کنم، چه ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت زخون لاله پاری کنم، به خاکت زخون لاله پاری کنم، زنم بوسه بر بیرق و خاک تو، به نازم به شیران بی باک تو، خرامان و قرآن همه صف شکن، نظر آورن سوی افلاک تو، نظر آورن سوی افلاک تو، وطن عشق من هم وطن جان من. مرحبا 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 مرحبا، چراغ لزمون کلی تسالار محترما، چراغ لزمون کلی تسالار محترما، گلونا غوڑود تا پلار محترما، گلونا غوڑود تا پلار مونگل سرون نورک نشی، جندی دی رب لراز مونگت پار محترما، جندی دی رب لراز مونگت پار محترما، گلونا غوڑا اودتا پلار محترما، گلونا غوڑا اودتا پلار محترما، چراغلی سمونگلی تسالار محترما، اتفاق و اتحاد وی، کل غوڑو دا دعا لبرو دیگار محترما، مرحبا 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 مرحبا، چراغ لزمون کلی تسالار محترما، چراغ لزمون کلی تسالار محترما، درود مجدد ما را از استودیوی مرکزی رادیو تلویزیون ملی افغانستان از کابل عزیز پذیرا باشید. بازم ادامه برنامه افتخار است و من میزبان یکی از ورزشکاران خوب رشته فتنس، نه تنها ورزشکار است، خطاط، نقاش و کوهنورد هم هست. بدون شک فعالیت های این ورزشکار چشمگیر است و زمانی که در مورد فعالیت های خودش به من گفت واقعا حیرت زده شدم و ای کاش تمام جوان های ما مثل اجمل رسا ارادی قوی و راسخ داشته باشه. اجمل رسا، خیلی خوش اومدی به برنامه. دوربینای ملی در اختیارت است. سلام میلاد جان، امیدوارم صحتمند و سرحال باشی. علیکم السلام. سلام به تمام هموطنان عزیز ما که ما را تماشا میکنن، خدا کنه صحتمند و سرحال باشین و آرزو دارم که این برنامه ما را تا آخرین دقایق بینده باشین و ما را همراهی کنین. بدون شک برنامه رو میبینن چون اجمل رساس در برنامه است. ابتدا بیایم از بخش فتنس شروع بکنیم. اجمل جان، خود فتنس چی است؟ یک معلومات کلی در مورد رشته فتنس به ما و بیننده ها بده و او از عزیزایی که در مورد فتنس نمیدانند که اونا هم بدانن. چرا نه؟ سوال بسیار خوب است. هر سوال باید قسم پرسان شود که از ابتدا بتانیم معلومات کافی را در رابطه با همون بخش که میخوایم صحبت کنیم برز بیاریم. در نخست میخوایم یک تعریف از فتنس داشته باشم. فتنس یک ورزش اکادمیک است که به خاطر بلند بردن قدرت بدن و همچنان تناسب اندام بسیار زیاد مؤثر میباشد. فتنس یا هم تناسب اندام، بله، در حقیقت زیر مجموعه بدنسازی است
کسایی که بدنسازی انجام دارن تمام این موضوعات می فهمن و درست درک میکنن. زیر مجموعه بدنسازی است که بدنسازی هم یک بخش چندین بخش داره که یک بخشش فتنس است، یک بخشش بادی بیلدینگ یا هم پرورش اندام است که حجم بسیار زیاد داره و یک بخش دیگه که زیر مجموعه بدنسازی است پاورلیفتینگ است یا هم حرکات قدرتی است که با وزنهای بسیار زیاد گرنگ اجرا میشه. و فتنس فرقش با ورزشکار با ورزش‌های دیگه که مثل بادی بیلدینگ است و پاورلیفتینگ است میخوایم این فرقش رو براتون بگویم که فتنس یک سبک خاص ورزشی است. بسیار کسایی که فتنس ورزش میکنن در باشگاه ورزشی از وزنهای بسیار سنگین استفاده نمیکنن، از وزنهای نسبتاً سبک و متوسط استفاده میکنن و تمرکز بیشترشان به خاطر سوختاندن چربی اضافی بدنشان و همچنان بلند بردن قدرت بدنشان است که این تاثیرگذار است به خاطر از اینکه بتونن یک زندگی خوب و همچنان یک سبک زندگی ایدئال در پیش بگیرن بدون شک و زامن صحتمندیشان هم هست دقیقا. بدون شک کسایی که رشته فتنس پیش میبرن از یک بدن زیبا و عالی چون خود تجمل جان برخوردار میباشن و بیشتر تمرکزشان روی عضله سازی است فکر کنم دقیقا رشته فتنس یک بخش چون زیر مجموعه بدن سازی است یک بخش خاصش به خاطر ساختن عضلات است و یک بخش خاصش مربوط سوختاندن چربی بدن است بله. مثلا در بعض ورزش‌های دیگه که زیر مجموعه بدن سازی است مثلا پاورلیفتینگ حتی بعض ورزش‌ها را که می‌بینیم بدنشون چربی داره چون بله. هدفشون این است که چربی بدن خود از بین ببرن هدفشون این است که قدرت بدن خود را بلند ببرن و در میدان‌های مسابقه یا هم در رقابت‌ها بتونن بیشترین وزن بلند کنن ولی فتنس فرق میکنه هدف فتنس ما قسمی که میفهمیم هر چیز هر ورزش از خود یک قواعد اصول خودش یک هدف داره یا هر ورزشکار مطابق یک هدف یک بخش ورزشی را پیش میبره و هدف کسایی که فتنس انجام میدن رشد عضلات در پهلوی رشد عضلات سوختاندن چربی و درآوردن بدنشان به یک شکل و یک فرم متناسب و خوب است بله بدون شک همکارم اشاره میکنه که یک بسته تصویری از جریان تمرینات و گرمکاری اجمل رسا مربی بخش فتنس آماده این است بریم با اتفاق همکارا او را ببینیم و در ادامه بازم ما را همراه باشید
بله دوستان، جریانی از تمرینات اجمل رسا بود که با هم دیدیم. او از عزیزایی که امکانات ندارن که برن به باشگاه های فتنس و پرورش اندام، میتونن که همون گرمکاری ها و ورکاوت هایی را که اجمل رسا برشان گوشزد میکنن میتونن در خود منزلشان انجام بده و زمان صحتمندیشان میباشه. رسا صاحب، میشه در مورد این تمرین بر ما بگوین که او کس از عزیزایی که نمیتونن برن بیرون، امکاناتش نیست برشان بنابرای هر مشکلی که هست، میتونن با تعقیب این تمرینات در خانه میر انجام بتن یا خیر؟ دقیقا میلاد جان، یک سوال بسیار خوب کردین، در ضمن یک موضوع بسیار خوب پرداز داریم. یکی از مشکلاتی که امروز فراگیر تمام ورزشکارا است و فراگیر کسایی که توانایی رفتن به باشگاه های ورزشی رو ندارن ایست که وسایل ندارن، یعنی بدون وسایل نمیتونن تمرین کنن و نداشتن وسایل و تجهیزات ورزشی را یک بهانه بسیار خوب به خاطر ورزش نکردن خود قرار میدن. مثلا کسایی که در خانه است، کسایی که جوان هستن، ممکن اکثریت جوانای ما توانایی پرداخت فیس باشگاه های ورزشی را نداشته باشن، یا هم بنابر هر دلیل نمیخوان به باشگاه های ورزشی برن، یا باشگاه ورزشی از خانهشون دور میباشه، یا هم شرایطش مساعد نمیباشه که بتونه به باشگاه ورزشی بره و اونجا ورزش خود کنه. این یک مسئله بسیار کلان است به جامعه ورزشی ما، بخصوص در جامعه که ما زندگی میکنیم. ولی هر معضله یا هر مشکل یک راه حل دارن. بدون شک کسایی که وسیله ندارن یا هم وسایل ورزشی ندارن میتونن که بدون وسایل در خانه خود تمرین کنن. بله، بخصوص کسایی که کهنسال هستن، کسایی که نمیتونن از خانه زیاد بیرون کنن، بیرون برن و شرایط آب و هوا، مثلا بعضی وقت زمستان بر ولیایی که وجود می آید کسایی که کهنسال هستن نمیتونن زیاد برن بیرون، که از جمله معضلایی است که سبب شده مانع ورزش کردن بعضی از قشر جامعه ما شود. ولی ما یک جایگزین خوب داریم، جایگزین خوب داریم، قسمی که عزیزایی که تماشا کردن ویدیو، یک بخش کوتاهی از ویدیوهایی بود که از ورزشهایی بود که در بسته تصویری تماشا کردن عزیزای ما، که نیاز به وسایل ورزشی ندارم. بله، ما یک برنامه خاص داریم، کسایی که وسایل ورزشی ندارن میتونن که بدون وسایل در خانه تمرین کنن و ورزش هایی که به خاطر رشد عضلات بدنشان، بلند بردن قدرت بدنشان و همچنان سوختاندن چربی است بسیار زیاد مؤثر است، میتونن که در خانه بدون داشتن وسایل این حرکات اجرا کنن. بله، که هزینه زیاده در بر نمیگه، یعنی به صورت رایگان نه فیس باشگاه را پرداخت میکنن، نه میتونن که بدون از اینکه باشگاه برن در خانه تمرین کنن، و نه هم نیاز به وسایل دارن و نمیتونن که یک هزینه زیاده را پرداخت کنن به وسایل. خلاصه هیچ بهانه برای تنبلایی که نمیخواین ورزش بکنن نیست. دقیقا. اگر امکانات دیگه ای نیست میتونن به یوتیوب سر بزنن و مو استپ بای استپ ورکاوت ها یا تمرینات ادامه بدن. اجمل رسا بر ما میگه که خیلی از عزیزا از خیلی از تازه کارهای بخش پرورش اندام و فتنس هست که خیلی دوست دارن سریع عضلاتشان رشد بکنه و یک بدن زیبایی داشته باشن. پیشنهاد شما به اونا من حیث مربی بخش فتنس چه است؟ باید چقدر ثبوت باشن؟ چه زمان مدتی را باید بویسر بگذارن تا اینکه بتانن به مو هدفه که پیش خودشان دارن که همانا بدن زیباست، بدن متناسبه است برسن؟ تشکر میلا جان. با حفظ حرمت با تمام اساتیدی که در بخش پرورش اندام و فتنس کار کردن، من فقط بعض معلوماتی که خودم دارم بعضی که ما رو تماشا میکنن ارائه میکنم. کسایی که مبتدی هستند، نو تمرین آغاز کردن، لازم نیست که زیاد به اصطلاح هم خودت جور بتن، یعنی زیاد نگران باشن که بدنم آماده نشد یا هم نتیجه نگرفتم. نتیجه نگرفتن یا هم رشد نکردن عضلات و هم رشد نکردن بدن مربوط به یک سلسله مسائل میشه که ورزشکار در جریان تمرین یا هم در
سفر ورزشی خود میتونیم گفتم در نظر نمیگیرم. کسایی که ورزش میکنن یا هم نو شروع میکنن در ابتدا همیشون نیاز دارن که یک مربی یا یک ترینر داشته باشن، چون هیچ رشته نیست که بدون ترینر بدون ترینر پیش برد. درست است پیش بردن میتونه یک شخص، ولی ای که بخواید به درستی پیش ببره و از امور رشته که ورزش میکنه یک نتیجه خاص و یک نتیجه دلخواه خود بگیره، نیاز به یک مربی یا هم نیاز به یک ترینر دارم. به قدم نخست از ترینرتون مشوره بگیرین، طبق هدایت ترینرتون هم برنامه تمرینی و هم برنامه غذاییتون پیش ببرین و مطابق از او میتونین که با مطابق هدایات ترینرتون میتونین که به اهداف تناسب اندامتون به زودترین وقت ممکن برسن. بله بدون شک چقدر خوب ارائه کرد معلومات و اصلا موضوعی مبهم نموند به ذهن بیننده ها. بریم با هم یک بسته تصویری دیگر هم ببینیم. بازم ما و اجمل رسا هستیم و روی برنامه های دیگر هم صحبت خواهیم کرد. بله دوستا، بسته تصویری از جریان تمرین های اجمل رسا بود. تمرین ها واقعا در حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه بود. ما بنابر همون محدودیت که در برنامه هست نتانستیم که تمام برنامه را جا بتیم و کوشش کردیم که کوتاه و مختصر همون ورکاوت ها را یکی پشت سر هم در حد 3-4 ثانیه در بسته تصویری جا بتیم تا اینکه شما فقط ببینین و مطابق با مو پیش بریم. اجمل جان، در مورد این برای ما بگو فتنس و دیگر ورزش ها در زندگی روزمره انسان ها چه نقشی را بازی میکنن؟ سوال بسیار خوب اشاره کردین. بعض از ازایی که ما مواجه شدیم امرایشون یا هم شما تمام دوستایی که مواجه شدن که اصطلاح عامیانه که میگن ورزش چی به درد میخوره، بله این را به ما در خود کسایی که ورزش میکنن میاره که ورزش فایده نداره به درد نمیخوره. در قدم اول من یک موضوع را یادآور میشم که جز فواید ورزش است. فایده اول ورزش شخصی است، به خود شخص است. بله یعنی یک کسی که ورزش میکنه یک گپ واضح است، یک حرف واضح است که همه میفهمند. کسی که ورزش میکنه یا شخصی که ورزش میکنه در قدم اول صحتمند میباشه. بله از امراض جنبی و از امراضی که باعث میشه
جسمش از بین ببره، ساعتش خراب کنه و دور می باشه، استقامت و مقاومت بدنش بلند می بره. این فایده شخصی هر ورزشکار است. و فایده دیگه که از شخص می رسه به اجتماع چیست؟ من یک مسئله است که یک سوالی است که باید بهش پاسخ داده شود. وقتی که یک ورزشکار یا هم وقتی که یک شخص فکرش آرام باشه، بله، جسمش سالم باشه، خوب میتونه کار کنه، خوب میتونه درس بخونه و از لحاظ شرعی یک کسی که صحتمند باشه خوب میتونه عبادت خداوند متعال انجام بده. بدون شک وقتی که یک شخص به خوبی بتونه زندگی خود پیش ببره، پیش بردن زندگی به خوبی توسط یک شخص میتونه که بالای دیگرها هم تاثیرگذار باشه. بله. میتونه که بالای اجتماع هم تاثیرگذار باشه. وقتی که من یک مثال در نظر میگیرم، مثال میتونم در یک فامیل وقتی که یک شخص مریض باشه، همه اعضای فامیل به تشویشش میباشن یا هم تمام فکرش به خاطر مو عضو فامیلش است که این مریض است یا هم یک مشکل داره. بله. وقتی که تمام اعضای فامیل صحتمند باشه و اکثریت کسایی که در افغانستان هستن متاسفانه فامیلایشون تمامشان ورزش نمیکنن. بله. یک مسئله است که همه ما با او مواجه هستیم و هر روز با چشم خود میبینیم. ولی وقتی که یک نفر یا دو نفر هم ورزشکار باشه در یک فامیل، بله، این یک انرژی مثبت بسیار خوب در بین اعضای فامیل منتشر میکنه، تزریق میکنه و تاثیرگذاری بسیار خوب داره بالای فامیل هم. چون ما همه ما میفهمیم که وقتی که رفتار یک شخص خوب باشه، رفتارش بالای اعضای فامیلش تاثیرگذار است، رفتار فامیلش خوب میشه. وقتی که رفتار فامیل ها جور شد، یک مجموعه کلان ایجاد میکنه که این تاثیرگذاری بسیار خوب بالای یک اجتماع ما داره. بله. این فلسفه است که میتونه ما را به خاطر روی آوردن به ورزش بسیار زیاد کمک کنه. بله. یک مقوله دیگه هم هست بین ورزشکارا، میگه که دو کار همزمان نمیشه پیش برد. بله. اگر میپرسی که تحصیلات یا درس در کجا رسوندی، میگه خب من ورزش میکنم و نمیتونم همزمان هم درس پیش ببرم هم ورزش هم. بله. باید در توازن بین ورزش و تحصیل چه چیزایی مد نظر گرفته بشه، چنان که خودتان همزمان تا چند روز دیگه مدرک کارشناسی را در روابط عمومی و ژورنالیسم میگیرین و در کنار از او ترینر هستین و ورزش هم میکنین. خودت امروز ماشاءالله بسیار موضوعات خوبی را یادآور میشی سلام. که منشأش از عمق جامعه ماست، یعنی معضله هایی است که منشأش در عمق جامعه ماست و از جامعه ما منشأ میگیرم. بله. یک مسئله کلانی که امروز در اجتماع ما بین تمام ورزشکارا بسیار زیاد رایج شده این است که درس کنار گذاشتن. تمام ورزشکارا مخاطب من نیست، بعض ورزشکارا هستند. بله. درس کنار میذارن. اکثریت ورزشکارای ما خوشبختانه در پالوی هستی که ورزش میکنن تحصیلات خود هم ادامه دارن، ولی بعضی هایی که تنها ورزش پیش گرفتن، درست است ورزش یک رشته بسیار خوب است که میتونه انسان به موفقیت برسونه، در عین حال ما به خاطر از اینکه بتونیم مهارت های خود هر چی بهتر بلند ببریم، نیاز به تعلیم و تربیت و تحصیلات داریم. ما یک مثال میتونم، تمام صحبت های ما میخوایم که ما با مثال با کسایی که ما رو تماشا میکنن واضح بسازم تا هیچ چیز گنگ نمونه. وقتی که یک ورزشکار ورزش میکنه، در پهلوی ورزش خود اگر تحصیلات خود ادامه بده، دو پدیده بسیار خوب وقتی که کنار هم قرار بگیره، بله، بدون از او شخص یک انسان موفق، بسیار موفق، در عین حال در عین حالی که ورزش میکنه، در پهلوی ورزش خود ورزش توان با تحصیلات و تعلیم تربیت میتونه مهارت های این شخص بسیار زیاد بلند ببره. بله. در بعض جاها میتونه که از طریق ورزش خود خود معرفی کنه به کسایی که مخاطبشون هستن. بله. در بعض جاها میتونه از طریق تحصیلات خود ورزش کنه. بله. تحصیلات خود به معرفی بگیره. وقتی که ایدو پیده در پالوی هم قرار میگیره، از اون انسان یک موجود بسیار موفق در این حال
یک انسان پردستاورد میسازم. بله. یک خوبی ورزش است. و چه پدیده‌هایی را اشاره کردی؟ ورزش و درس. بدون شک وقتی این دو پدیده کنار هم بیایند بیستند، ظرفیت، توانایی و مهارت‌های یک فرد جامعه را به مراتب بالا میبره و بیشتر میشه و میتونه که خیلی خوب هم به خود، خانواده، جامعه و در نهایت به کشور خودش یک فرد مؤثر رو توانا باشه. و همین ورزشکارا، همین افراد دست به دست هم داده و باعث رشد و پیشرفت جامعه میشه. اجمل رسا، بسیار تشکر از اینکه حضور پیدا کردی در برنامه. دوربینا در اختیار تست، پیامت بسیار کوتاه بر ما بکن. تشکر میلاد عزیز که ما را دعوت کردین و تشکر از عزیزایی که ما را تماشا کردن. امیدوار هستم صحبتهایی که انجام دادیم خسته کننده نبوده باشه و از این صحبتها یک نتیجه خوب عزیزایی که ما را تماشا کردن گرفته باشن. پیام ما به تمام عزیزایی که ما را تماشا میکنن این است که ورزش کنین، صحتمند باشین، سلامتیتون را ارزش بدین، در پهلوی ورزش خود برشت جنبه های دیگر زندگیتان هم بیندیشین، بخصوص تحصیلات، چون ما در جامعه زندگی میکنیم که اکثریت اعضای جامعه، اکثریت شهروندان افغانستان بی سواد هستن. اضافه تر از 60% نمیفهم ارقام درست رو نکردم یا خیر، ولی کم سواد ها و بی سواد های ما بیشتر از با سواد های ما، سطح با سواد های ما بسیار زیاد کم است. در پهلوی ورزشتان تحصیلاتتون ادامه بدین، مهارتهایتون رو بلند ببرین تا که بتوانید ورزش خود و همچنان جامعه خود رو به ترقی بکشانید. سپاسگزار هستم. ورزش کنین تا مثل اجمل رسا و سایر ورزشکارهای دیگر صحتمند باشین و باعث پیشرفت و رشد جامعه خودمان باشین. به این ترتیب میرسیم به پایان یکی از برنامه‌های دیگر. تا برنامه‌های دیگر که ما بازم با جمع تیم ما در حضور شما قرار می‌گیریم، شما را به خداوند منان و بی‌نیاز می‌سپارم و همچنان بیننده بقیه برنامه‌های ملی و ملی اسپورت باشید.